بسیار خوش برگشتید به بخش آخر برنامه امشب. ما همونطور که از اول برنامه گفتیم میخوایم یاد بگیریم برای گرفتن بهترین عکس ها، حالا چه به صورت حرفه‌ای چه با همین گوشی‌هایی که داریم، چطور جست بگیریم، چطوری عکسای خوشگل مشکل تر بگیریم. به همین دلیل هم از اول برنامه گفتیم امشب دعوت کردیم از کسی که خب با چهرهش آشنایی دارید، رضا کشاورزی عزیز، عکاس و فیلمساز حرفه‌ای، کسی که کارش رو از عکاسی پورتره شروع کرده و الان هم دیگه توی مراسم عقد و عروسی و فشن و همه جا برای ما فیلم برداری و عکاسی میکنن. چقدرم خوب. خیلی خیلی خوش اومدید. خیلی خوشم اومد رضا جون. بسیار عالی. کوله پوشیت هم آوردی دیگه. آره دیگه، گفتم اینجا بمونیم. پیجاما هم پوشه. آره نه، این برای اینه که دوربینو که میخوام استفاده کنم سنگینه، وقتی هم صحبت میکنیم بتونم برای دوربین استفاده کنم. بازم به خدا ریسک میکنی، چون من هر بار از اینا خواستم استفاده کنم همش ترسیدم به اینم وصل میشه بیفت. البته من یه ذره استرسی هستم همین، ولی آره امکانش هست. خیلی سفته، یه جوری سفتش میکنن دیگه کلی قیمت داره نیفته. شما با این منو آویزون کنی چیز دیگه اتفاقی نمیفته. رضا جان حالا بریم سراغ عکاسی. چرا توی عکاسی مهمه که ما پوز درست بگیریم و اصلا کلن پوز درست و شما به عنوان یک عکاس حرفه‌ای به چی میگی؟ خیلی مهمه، به خاطر اینکه معمولا قبل از اینکه بیشتر افراد ما رو ببینن عکسمون رو ببینن، قبل اینکه رو در روشن، به خاطر شرط الان اینترنت و به همین دلیل برای اون تأثیر اولیه خیلی مهم، اون 5 ثانیه اول که همه میدونیم چقدر مهمه، کمک میکنه. حالا میخوان برای کار باشه، میخواد برای چیزی که نمیخوام توضیح بدم، همه چی. حالا یک سوال دیگه‌اش این بود که بهترین پوز هم بهمون بگید. بهترین پوز چیه؟ این یه رازه. خب الان که دیگه بیننده هم می‌بینن، ولی مجبورم بگم دیگه این راز رو به همتون. بهترین راهی که بتونین پوز بگیرید اینه که پوز نگیرید. اصلا پوز نگیرید. این که اینجوری کردی؟ داشتم نگاه می‌کردم که چه پوزی بگم. پوز نگیرید. یعنی بهترین مدل اینه که طبیعی خودمون باشیم. دقیقاً. حالت طبیعی. دقیقاً. اصلا فکر نکنید به پوز. چون وقتی به یه چیزی فکر می‌کنین، خیلی عجیبه، جالبه که کسی که عکستون رو می‌بینه فکرتون رو می‌خونه. خیلی خیلی جالبه برای من. مصنوعی میشه. آره. اما شما زندگی واقعی این کار نمی‌کنید. که زندگی واقعی که اینجوری نمی‌گی. آره. سلام رضا. حالت خوبه؟ الان عکس فرانک رو داریم روی مونیتور. بهمون میگی که چیکار کردی تو این عکس؟ آره، قبلا که الان با هم این برنامه رو ضبط کنیم، اینجا باشیم. شروع کنیم. من فرانک با هم چند تا عکس گرفتیم که من بتونم بهتون نشون بدم. مثلا توی این عکس فرانک داره به لب 100% عکسی که گرفتم فکرش بود که لبش درست بیفته، ولی عکس دیگه که ازش گرفتم قبل از اینکه اصلا بدونه داریم عکس میگیریم اینو گرفتم، حالت طبیعی خودشه، خیلی قشنگه، خودشه، قشنگتر و طبیعی‌تره، میتونیم باش ارتباط برقرار کنیم. پس به قسمتی از بدن یا صورت که دوست دارید بهتر بیفته فکر نکنید، اصلا به هیچی فکر نکنید راجع به فیگورتون، به ارتباطتون با کسی که داره عکسو میبینه فکر کنید. چقدر خوب. خب الان یک عکس دیگه هم هست که از فرانک نشد، شما زحمت گرفت، زحمت کشیدید که گرفتید، در مورد این مدل چطور؟ این فکر میکنم پس بهمون این در مورد عکس فرانک هم بگو که چه کارهایی ما باید اصلا انجام بدیم، چه کارهایی نباید انجام بدیم که عکسمون عکس درست تر و خوبی بشه. این نمونهش شاهو جان. اینه که معمولا اولین بار که میخواد از هر کی عکس بگیری وای میسته جلو، این استاندارد، همه این کارو میکنن. خب بدترین کاری که میتونی بکنی نباید پوز بگیری، و این خودش یه پوز گرفتنه دیگه، حالت عادی کسی اینجوری وای نمیسته سلام. در نتیجه بهترین کار اینه که شما حرکت کنید موقع عکس گرفتن. وقتی که عکس میگیرن حرکت حرکت میدونید، از توی اون حرکت ها من تنها کاری که به فرانک گفتم اینجا گفتم میذار حرکت کن. البته با اون مدل مثلا عکس پرسنلی میگفتیم من یادتون باشه توی ایران که صاف و دقیق مثلا میتونی واسه پاسپورت اینا استفاده کنی با قسمت بالا، در واقع اینه که یه آدم روحش رو ازش بگیرید میشه. بعد حالا نکته ای که هست، دیدی خیلی عکس میخوام بگیرم میگن که یه جوری یه کاری که ما لاغر بیافتیم، اینجوری بیافتیم، اونجوری بیافتیم. خب طبیعتاً یه سری ژستا تاثیر میذاره تو اینکه بدن خوش فرمتر به نظر بیاد. اینم برای ما توضیح بدین که چجوری ما یه کاری کنیم که اونایی که میخوان لاغر بیافتن لاغر بیافتن. هر چی میکشیم از این اینستاگرام میکشیم خود، از این ادیتر اینستاگرام مخصوصا. ببین ندا جون، مهمترین کار اینه که شما فیگور نگیرید طبق معمول، به خاطر که اگه فیگور نگیرین طبیعی وای میستید، ولی وقتی پوز میگیرید روبروی دوربین دوباره وای میستید. بدترین کار، خب بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که هر جا که دوربین رو میبینید یه ذره مثلا خجالت دارید از دوربین، یه ذره روتون رو این بر کنید.
در بدنتون حالت نیم رخ سرخ بودیای بدنتون آره سرخ این رخ سرخ ببینش همین بهش فکر نکن فقط فکر کن مثلا خب ما اولین بار هم دیگر می‌بینیم روبرو نمیشید سلام چطوری در خوبی اینطوری در نتیجه بدن یعنی شکل میگیره یعنی مثلا که گفتی خدا وکیلی آره. وقتی که میبینی اینجوری نمیگی سلام نه نه سلام قطعا میگی سلام نه نه اینجا هم نمیگی که سلام خوش پای نمیسی با قبول نکته اصلی این عکس اینه که بیه مقدار بچرخید وقتی که بخواید عکس رو بگیرید حالا اگه بخواید خیلی عکس خوب بشه مثلا خانوما فکر کنید ببینید نور از کجا میاد بیشتر نور از کجا میاد و بدنتون رو از نور دور کنید یعنی پشت به نور باشید هرچی نور از روبرو بهتون بیفته بزرگتر دیده میشید هرچی نور از پشت از پشت باشه شما کوچیک‌تر دیده میشید اینجا نمونهشه بسیار من که گودی کمرم دیده بشه فکر می‌کنم خوش فرم‌تره صد درصد. یه چیز خیلی کوچیک راجع به این عکس هم بگم که دستشون رو که روی کمر گذاشتن خانوما خیلی چیز خوبیه که دست رو توی باریک‌ترین قسمت کمر بذارن که بهترین جاییه که برای دسته. خب آقایون مال نه. قسمت باریک نداره. همش آره. تیکاست اینجوری. برای خانوما باید بیشتر شکل منحنی بیشتر باشه ولی برای آقایون باید بیشتر شونه و بالاتنه و سینه بزرگش. حالا اینا رو گفتی ما خیلی از کسایی که حالا مخصوصا توی اینستاگرام بالاخره زندگیشون داره میگذره و عکس میگیرن بالاخره کار مدلینگ انجام میدن یا هر چی علاقمند هستن که وقتی که میشینن عکسای خوبی بتونن بگیرن که این معمولا اگر ندونی علمشو فکر میکنم درست در نمیاد چیکار آره. کنیم درست در بیاد اوکی من فکر میکنم یه عکس دیگه هم گرفتم از درسته معمولاً جایی که میشینیم توی مهمونی ها حالا هر جایی تو خونه هر جا هست مبل راحته خب توی مبل راحت کاری که میکنیم طبیعی اینه که میشینیم عقب دیگه تکیه بله. میدیم درست. خیلی خیلی محترمانه و این باعث میشه کل بدن یاد پایین افتاده بشه بله. توضیحی که من توی این عکس تن توضیحی که دادم اینه که یک مقدار بیان جلوتر روی لبه مبل بشینن ناخودآگاه کمر میره به بالا صاف میشه فیگور بدن درست میشه خودت تو مبل انداز اصلا میره عقب میشین اینجوری تاپ بعضی مبل ولی مثلا میکشتت بعد لبه لبش آره بشین جلو برای شما سخته چون به خصوص برای کسی که قدشون خب خیلی بلندتره فکر میکنم خیلی سخت تره درسته که بخوای لب بشین جلو عکس بگیری جلو نشستن که نه فکر میکنم سخت باشه ولی من کلا چون تنبلم اگه برم قرقشم یه قرق میشه حالا گفتی قد بلند هم بگم من خودم قدم بلند از صبح جلوی دوربین اینا اوکی ولی میدونم و اینو مشکل داشتم هم قبلا جلوی دوربین بودن وقتی قدت بلنده یه مقدار شاید معذب بشی راهکار درستی که داشته باشی به ما بدی برای کسانی که قدشون بلنده چیه که توی عکس معذب نباشن چون اگه که خب خیلی صاف و صوف وای میسن خیلی بیشتر اختلاف پیدا میکنن معمولا افتاده ایم کمی شونه ها افتاده باید. اصلا خیلی افتاده حال داره با خسته ای الان من عکس اصلا قشنگ نمیشه نه خب نباید اینجوری واسی دقیقاً الان اومدی که توضیح بدی چیکار کنم رضا جون بگو چیکار جون عکس خوب میگیره میدونه ایشون که آره ببین بهترین کار برای کسی که قدش بلنده اینه که بشینه خیلی راحت اگر اینجا یه صندلی بود شما میشستین نجات جون هم وایستاده بود من دیگه به قد شما فکر نمیکردم خودتونم به قدتون فکر نمیکردی و اون فیگور بدن آها مثلا این آقای حسین بولت که یه عکس از حسین درست عکس ازش گرفتم شما وقتی گرفتی؟ با هم بله وقتی با هم روبرو شدیم خب من میدونستم قدش بلنده ولی دو برابر شماست یعنی تقریبا اینجوری نگاش میکرد با دوربینم احساس میکردم مینیونای توی کارتون مینیونم اینجوری نگاش میکردم گفتم من این چطوری بگیرم باید 5 متر برم عقب که صاف بگیرم وقتم نبود تنها کاری که کردم گفتم بشین لطفا و وقتی که نشست حالا ما یه صندلی بگم میارم برام امتحان کن یه صندلی لطف کنید به ما بدید بسیار متشکرم خیلی متشکرم از شما آقا من الان نمونه شما مدل شما اینجوری آره من بشینم شما آره. مثلا بخواید بگید من چیکار کنم برای عکس دو نفره آره. میگین دیگه آره. یا یک نفر چی جوری خب نه فرقی نمیکنه هر اگه یک نفر باشه که بازم هنوز وقتی قدتون بلنده من پیشنهاد میکنم که برای اینکه خودتون راحت بایستین چون عادت دارین این کارو کنین آره. عکس ها ناخودآگاه بشینید حتما وقتی که میشینین دقیقاً کاری که دارین میکنید درستش عالی اصلا من اینو چیزیش رو تغییر نمیدم اینه که ببینید اینجا شما هر چقدر توی مفصلهای بدنتون زاویه بیشتری باشه و مفصلها رو
بشکنی در واقع هر چه تعداد اینا بیشتر باشه شما عکس بهتری میتونید. حالا اینجوری اوکی؟ حالا بله من دارم از همه نظر نگاه میکنم. عالی. شما ندخوام به اون من پشتم دقت کردم. ببین من اینجا آدمی هستم. عالی. بعد شونها بالا. شونها بالا. ژستم نگیر آقا شاه. گفتن گفتم بهترین عکس ریلکس بودنه. مو ریلکس. خودت بده به دست باد. سپردم. باد. باد کولر البته. خب او الان عالی. خب چرا این باید شد؟ آبه چه باید بود؟ بکنم اکسامو نمیشه دید؟ چرا باید براتون بذارم؟ به من نگفته نگه آه چرا قشنگ و کیوت و طبیعیه دقیقا هم خیلی دارین درست انجام میدید نشه ها؟ خیلی باله. یکی از کاری که با دوستای خودتون میتونید بکنید همینه که قبل اینکه آماده شن برای عکسو بگیرید. عالی. ولی کاری که خیلی درست انجام دادی شاو جان اگه میخواستم بهت بگم اینه که پات رو درست گذاشتی، سینه رو سپر کردی قشنگ خوب و ریلکس و خیلی با اعتماد به نفسی میدونی خودتی. من چه؟ شما که ما شما گل خندون. آره منم طبق معمول. خنده. بعد این فیگوری که گرفتی شما هم یه دونه قانونی هست توی عکاسی برای مدلای خیلی های اند فشن های بالا که همیشه زاویه مثلثی بدنشو درست میکنه. من خودم اصولا همیشه اینجوری سعی میکنم. آه خیلی درکم با این عکس میخورم. دقیقا. تشمه نکنیم. متشکرم. اینو بذارم کنار. خب حالا یه سوالی که هست اینه که رضا جان اصولا همه دوست دارن قشنگ‌تر تو عکس بیافتن. چطوری بهترین زاویه صورتشون رو پیدا کنن؟ راست، چپ، روبرو؟ زاویه صورت. خیلی. ببین من معمولا وقتی که عکس میگیرم خودم نگاه میکنم مثلا به کسی که عکسشو میگیرم میگم شما من آینه من باش. بعد شما الان آینه من باشی ندا جان. آینه شما باشم؟ صورت. صورت. اول با پا برگردی وری خب سمت من پاتون رو بیار سمت من. نه خواهد پشت رو نداره. یه ذره بیارش عقب. خب بعد بدن رو عقب بده. بیا جلو، بیا ذره به چرخ اینجوری. خب حالا این کارو که داریم می‌کنیم تموم شد. الان خود خودتی. درسته؟ کاری که میکنی اینو من انجام میدم ولی این زاویه صورت رو اینجوری پیدا میکنیم. آره خب این کار از اولیه که انجام میدین. خب نشونتون میدم بعدا کاری که انجام میدین ولی بهتر از اون اینه که با موبایل خودتون چون من همیشه نیستم بهتون این برای اینکه خب صورتتون رو چون ما معمولا داریم با گوشی عکس میگیریم رضا واقعا هممون دوربین عکاسی حرفه‌ای با همون نیست. الان میگم اینو بهتون اینو که گفتم عکسشو گرفتم بیرون بی نشون بدم. خب این برای اینکه ناخودآگاه صورت درست بشه. ببین من برای صورت نداشتم این کاری که میگم برای چون که همه جا که با همه نیستم که یه ذره چونه بالا یه ذره پایین خراب بشه. خب با موبایل خودتون اگر شما از خودتون یه ویدیو بگیرین یه ویدیو معمولی بعد شروع کنید برای اینکه میخواید شما میدونید بهترین زاویه رضا ما چون خیلی فرصت همون کم میشه لطفاً با گوشیت به ما نشون بدید دقیقاً کاری که داریم می‌کنیم. آره ببین نگاه کنین خب با کی شروع کنیم؟ ببین مثلا نجوم گوشی دست بگیر از خودت سلفی مثلا داری میگیری مثلا سلفی بگیر یه دونه ویدیو از خودت بگیر بذار بگم خب اینو بگیر یه دونه ویدیو از خودت ضبط کن برو بریم خب شروع کن یا علی نه خب حالا داری اینو میگیری شروع کن حرکت صورتتون رو حرکت دادن مدل‌های مختلف انجام بدین رفت خلاص این مدل‌های مختلف صورتتون رو انجام بدین بعد قطعش می‌کنیم حالا من بهتون نشون میدم همش باید اینجوری کنین تو دوربین یا امام زمان خب الان فیلمه آره درست نگاه کنید ور میدارید از توی فیلم نگاه میکنید مثلا من الان روی ندا جان دارم از توی ویدیو پوز میکنید ببینید کدوم فیگور صورتتون رو بیشتر دوست دارین میدونید چونه بالا دوست دارین پایین دوست دارین بجن که دونه دونه عکس بگیرید من طبیعی عکس دوست دارم آقا رضا این دقیقاً کیوته دارم پشتمو نگاه میکنم شاو هم پشته قشنگتر تو فیگور جست بتونی آره نکته اصلی این قضیه اینه که همه نمیدونن بهترین زاویه صورتشون چیه در نتیجه وقتی که از خودشون فیلم میگیرن فیلمو آروم میبرن جلو یاد میفهمن که بهترین فیگورشون چیه اسکرین شات میگیرن همیشه سعی میکنن که بدونن چه بهترینه ولی
بهترین پوز اینه که پوز نگیریم. پوز نگیریم، یادمون نره. نکته خیلی خوبی بود و مرسی که اینا رو با ما در اختیار ما گذاشتی که بهتر بدونیم، بفهمیم که چطور میتونیم یه عکس باحال‌تر و بهتر بگیریم. شما خیلی قشنگ خیلی باحال شد. دست شما در نکنه. و یک نکته جالبی که داشت این بود که تمام نکته‌هایی که گفتی چه با دوربین حرفه‌ای، چه با دوربین عکاسی حرفه‌ای، چه با گوشیامون قابل انجام دادن. پس میشه انجامش داد. دست شما در نکنه. مرسی از رضای عزیز. مثل خودمون که دوربین حرفه‌ای نداریم، دیگه با دوربینمون میتونیم همه اینا یه نکته کوچیک سریع خیلی سریع خیلی سریع اینه که اگه که نمیتونستین عکس خوب از خودتون بگیرید به من زنگ بزنید. اینا حرفی بودا. بله خیلی متشکرم، ممنونم. شماره شو نذاشتین بعد زنگ می‌زدید، میدونم.